به یکی از روستاهای قطب دامداری استان میروم. به خاطر کمبود نهاده‌های دامی و بالا بودن قیمت، هر چیزی در شکم این گوسفندان نگونبخت یافت می‌شود. کاه و پیاز و گوجه و هندونه و هر چی برسه دیگه الان میدیم بدون. بله دیگه، الان کاه الان میشه کیلو میگه 5 تومن. خوراکم به ما هر نگار درفتن 1 میلیون تن سمیه ریخته، در برج 1 تن بده. خب اینا میشه 2.63. در همان روستا کشاورزان زمین‌های گندمشان را نصف کردند. کشاورزان امسال با وجود خوش‌سالی گسترده، اما به هر قیمتی که شده به وسیله آب قنات این زمین سرسبز گندم رو به بار آوردن. اما نکته غم‌انگیز ماجرا اینجاست که دقیقاً این سمت رو ببینید، زمین گندمشون رو در اختیار چرای گوسفندان قرار دادن. به علت تهدید مسئولان سازمان جهاد کشاورزی، من گردن اون کشاورز میشکنم، واضح بهتون بگم، چون من بهش امکانات دادم. تصویر پیرمرد کشاورز رو نشان نمیدم. از چله تا الان یه قطره بارون نمیده. الان هم گوسنده ما همه گوشنه آمده در خانه، بازار ما برم نمیخرن. در خانه هم آزوغه ندارم جمع کنم، مجبورم بیمازمی گندم که هنوز به دست نمیده دوره کنم بده اونا بخوره تا بیونم بچی میشه. اما قصه دردناکتر از این نقطه آغاز میشود. فراتر از گندم، نان خشک برای تغذیه دام با قیمت 2 برابر خرید و فروش می شود. اینا همه نون خشک مریم، اینا رو می خریم کیلو 7000 تومان. هیچ هم به درد نمیخوره، میدم دام مریض مره. کیلوی 7000 تومان؟ بله، همینا کیلو 7000 تومان پول میگه. آیا همه این نان ها ضایعاتی است؟ چیزی که من دارم میبینم اینه که اینها قرص کامل نون هست، یعنی احتمالاً به خاطر اینکه تفاوت قیمت زیادی داره خشک میشه به همین منظور برای مصرف دام. این روزها عرضه نان خشک جزو آگهی‌های پربازدید یک سایت خرید و فروش است. تماس میگیرم تا 3 تن نان خشک بخرم. بله. آقا سلام. سلام قربان شما. من برای این آگهی روی دیوار تماس گرفتم. نان خشک شما کیلو چند میفروشین؟ 6 تومن. تمیزه؟ چون ضایعاتی ها معمولا توش مقدار کپک و اینا هم داره. نون ضایعاتی نیست، نون نونواییه اینا خان. آها. خب الان من کجا بیام ببینم؟ الان که فعلا نداره خانم. نون باید سفارش بدیم پخ کنن. چند روز بعد تماس گرفت که 8 تن نان خشک تمیز آماده تحویل است. در مکانی دور از مشهد منتظر من بود. اول از مقدار بار مطمئن شدم. سلام، احوال شما خوبه؟ نون خشک ها رو اومدم ببینم. همه ایشی مدونه. هر کدومه خواستیم خالی بار نونوایی یزیدم خوش بردم. اما او پس از دیدن دوربین، ما هست دوستی ما هستیم. همه چیز را انکار کرد. چجوری برای شما 5 تن نون خوش میکنم؟ برو با فرستادن اینو، ما نمیدونم خدا آز... شما به من گفتی که من با نونوایی ها طرف قرار دادم، یعنی بهشون سفارش میدم برای من خوش میکنن. شما وایست هست میگی نه؟ من چیزی نگفتم. نه من وایستو پخش کنم چی؟ پخش کنم مشکل ندارم. نون ضایعاتی نیست، نون نونوایی اینو خان. نون نونوایی ها همینو میخوام، چون برای دام میخوام، یعنی نون نونوایی قشنگ خوش شده تمیز و مرتب. بله. 8 تن در عرض 3 روز فقط به دست یک واسطه گر رسیده و این در حالی است که زمزمه های کمبود آرد بلندتر شده است. اصلا بعض وقتا کم گیر ما میاد، خیلی. مثلا روز جمعه یکی تعدیل و یکی تعدیل، یا مثلا نونوی سنگکی اینجا 28 روز تعدیل بود. الان سنگک بریم بپرسید آرد نداشت؟ تعدیلی میگه آرد ندارم. بعد اکثر نونوی های دیگه نونا رو جمع میکنن به مشتریان نمیدن چون نون خوش گرونتره. آتش در خرمن گندم افتاده و نظارتی نیست تا خاموشش کند. مسئولان هر گونه مصاحبه ای در این اوضاع را به بهانه ایجاد بحران رد می کنند. شروع نشده فردا صبح میگن آقا شما برداشت نکردین چه حرف زدین مردم نمی